دوستان عزیزم سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پویوت اکادمی در خدمتتونم در ادامه درس های سفت صدا و صد افتر افکت ادامه درس قبلی رو خواهیم داشت مورد تریکر ها و گزینه ترک موشن خب بهتون گفتم که چطور میتونید ترک پوینت به وجود بیارید که یک موردی رو برای شما شناسایی کنه اونو دنبال کنه و به یه نتیجه برسونه کارتون رو. بعدش هم یاد گرفتیم که میتونیم یه آبجکت دیگه یه لایه دیگه رو کلا بهش متصل کنیم و با اون ترک پوینتمون حرکت کنه حالا من میخوام در این جلسه ویدیویی هم اون نمونه کار رو یه بار دیگه براتون اجرا کنم همین که بهتون بگم چطور میتونیم اون کی فریم هایی که شکل میگیرن رو در برخی مواقع اصلاح کنیم چون بعضی جاها نیاز به اصلاح کردنشون داریم بریم ویدیویی که من اینجا دارم وقتی جلوتر میره مثلا اگر من یه ترک پوینت روی این کرکتر بزنم که لباس قرمز داره یه ذره برم جلوتر این موردی که لباس مشکی داره جلوی دیدن اون کرکتر قرمزمون رو میگیره و باعث میشه که اون ترک پوینتمون کلا به هم ریختگی دارش ایجاد بشه به هم بریزه چون اون دیگه نمیتونه این مورد رو رصد کنه برای ما بنابراین میتونیم بیایم و یک سری اصلاحات روش انجام بدیم برای استارت کارمون بریم یه دونه ترک موشن به وجود بیاریم یه دونه ترک پوینت به وجود بیاریم هم میتونیم بریم سراغ ترکر هامون در این بخش البته باید لایه‌مون رو انتخاب کنیم و دستو بدیم روی کدوم لایه میخوایم این ترک رو ایجادش کنیم بعد ترک موشنی که میخوام اینجا ایجاد کنم رو حتی میتونم برم سراغ انیمیشن در منو و اینجا گزینه ترک موشن رو انتخاب کنم هیچ فرقی نمیکنه یه ترک موشن به وجود میارم بهتون گفتم میایم یه جوری که رنگ موسمون مشکیشه به این شکل ترک موشنمون رو جدا میکنیم میاریم روی لنگ، رنگ لباس این شخص قرار میدیم چون مشخصه ظاهری خیلی خاصی نداره که با کرکتر دیگر متفاوت باشه مثلا رنگ این قسمت ها رو اگر دقت کرده باشین هست سیاست من اگر بیام جلوتر اون یکی مورد لباسش با رنگ اون بند لباس کرکتر جلویی چون یکی ممکنه که ترک پوینتمون قاطی کنه بر روی کرکتر دوم قرار بگیره بنابراین یه مشخصه ظاهری کاملا متفاوت میخوایم میتونه مثلا رنگ لباس باشه ولی خب چون پهنای رنگ لباسم زیاده مدام ممکن ترک پوینتمون جابجا جا بشه من چون ویدیوی دیگه این نداشتم مجبورم رنگ روی لباس بذارم ولی اگر یه ترکر درست و حسابی بتونیم اینجا پیدا کنیم خب یه ویدیو داشته باشیم که یه پوینتی داشته باشه مشخصا متفاوت باشه خیلی بهتره من اینو میارم درگ میکنم روی رنگ قرمز قرار میدم اینجا و میایم گزینه ای که اینجا هستش که من حالا گفتم پلی اینجا میتونین اسم اصلیش هست آنالایز فوروارد اگر این رو بزنم شروع میکنه ترک پوینت اون حرکت میکنه به این حالت که دارید میبینید میبینید چقدر به هم ریختگی به وجود میاد مدام جابجا میشه مشکلی نیستش بخاطر اینکه رنگ قرمزمون گسترش گستره زیادی داره حالا یه که جلوتر بریم میبینید که کاراکتر دوم روی کار قرار می گیریم چه اتفاقی برای ترک پوینت میافته ببینید کلا جابجا شد اصلا ترک پوینت رفت یه سمت دیگه و به هم به وجود آورد به خاطر اینکه کاراکتر دوم روی اولی رو پوشون و همه چی از بین رفت حالا من برای اینکه بتونم اینو اصلاح کنم دوباره برگردم روی اون قرمزه که ادامه کار رو درست بره چه اتفاقی میافته؟ چطور باید این کارو بکنیم لایه‌مون رو انتخاب میکنیم دکمه یوری کیبورد رو میزنیم که کی فریم رو بهمون نشون بده اینو در درس قبلی هم یاد گرفتیم سی رو انقدر میارم عقب که قبل از اینکه اون کرکتر قرمز رنگمون بره زیر این سیاهه ببینیم اون ترک پوینتمون رو دوباره من برای همین باید زوم کنم یه موقع بذاری من با دکمه وسط موس زوم کنم هنوز خوب نیست یه ذره بیام عقب‌تر که رنگ قرمز رو ببینیم ببینیم اینجا رنگ قرمز رو نداریم اینجا هم نداریم اینجا رنگ قرمز هست بینید من اگر اسپیس رو بگیرم میتونیم بیایم اینجا یه چند فریم حتی میتونیم بریم جلوتر هنوز رنگ قرمز هست برای تصیه کار ببینید اینجا ترک پوینتمون دقیقا روی رنگ قرمزه یه ذره میتونیم باز بریم جلوتر هنوز رنگ قرمز رو داره ولی اینجا دیگه میخوام تغییرات به وجود بیاد از اینجا به بعد دیگه این کاراکتر با لباس سیاه میاد پس من میام یه مقدار رو زوم میکنم روی کی فریمام این قسمت این بخش رو کلا درگ میکنم تمام کی فریماش رو انتخاب میکنم و دکمه دلیت روی کیبورد رو میزنم که همه رو حذف کنه بسن. حالا از اینجا بعد دوباره اصلاح میخوایم بکنیم کارمون رو پس دیگه کاری با این دکمه پلی که من گفتم همون آنالایز فوروارد ندارم یه ذره سی رو میارم جلوتر تا جایی که این کرکتر مشکیه بره کنار و اون رنگ قرمز رو دوباره ببینیم این رنگ قرمز رو الان دارم اینجا میبینم و میام ترک پوینت هم رو درگ میکنم میذارم روی اون رنگ قرمزی که اینجاست دوباره اگر آنالایز رو بزنم همون رنگ قرمز رو دنبال میکنه و اون کرکتر قبلیم رو باش میره جلو من دیگه تا اینجا هم بیشتر نیاز ندارم مثلا دکمه استاپ رو اینجا میزنم خب ببینیم چه اتفاقی افتاد من اگر یه مقدارم زوم اوت کنم برگردیم عقب اگر من سی تی آی رو بیارم ابتدای کار پلی کنم خب این قسمت ها رو من در پریویو نشون نمیده فقط فیلم رو میبینیم ولی اگر سی تی آی رو ببرم جلو میبینید تا اینجا جلو رفت به درستی اینجا همون روند رو ادامه میده چون ما اصلاح کرده بودیم رنگ قرمز رو اینجا حالا بهش معرفی کردیم دوباره پیدا میکنه و کار رو درست جلو میبره ببینید ترانک پوینتمون دیگه این ترک پوینت رو اون سیاه قرار نگرفت با این حرکت کنه به اون قرمز ادامه پیدا میکنه پس ما میتونیم چین کای رو انجام بدیم اجازه بدین حالا من یه زوم اوت کنم اینو بذارم روی آلت فیت فیت اسکرین و یه تکست این بالا به وجود بیارم که با این چک پوینتمون جابجا جا بشه بریم سراغ ابزار تکستمون اینو بیارم اول بریم سراغ کامپوزیشن در بخش کامپوزیشن یه تکست به وجود میارم اینجا می نویسیم مثلا نمبر 1 به این شکل و این نمبر 1 رو میخوام الان هم اسکیلش تغییر کنه هم پوزیشنش تغییر کنه بنابراین این رو فعلا کارش نداریم جایگاهش بذاریم همینجا بمونه بیایم سراغ لایمون لایه ویدیویمون که در بخش تریکر تریکر رو اگر باز کردیم میتونم بیام اینجا ترک پوینت هم اصلا انتخاب کنم تمام گزینا رو برام برگردونه یا اینکه ویدیوم رو انتخاب کنم و دونه دونه دوباره همین موارد رو در بخش تریکر بهش معرفی کنم پس ترک پوینتمون رو انتخاب میکنم میام دستور میدم که ترانسفورم شکل بگیره ادیت تارگت رو میزنم و اعلام میکنم که نمبر وان اون تکست نمبر وانی که به وجود آورده بودیم رو انتخاب کن همراه با پوینتمون پوینت جابجا بشه دکمه اوکی رو میزنم اسکیل رو هم اوکی میکنم و روی دکمه اپلای کلیک میکنم که تغییرات برای من در راستای X و Y شکل بگیره دکمه اوکی رو میزنیم حالا نمبر وان با این جدا حرکت میکنه یه بار پلی کنیم ببین نمبر وان داره باهاش جابجا میشه حالا من میتونم این نمبر وان رو به اون شکلی که مد نظرم هستش بیارم و یه جای دیگه قرار بدم اصلا نیازی نیست که حتما بچسبه به انکر پوینتی که اینجا داریم میتونیم نمبر رو جابجا جا کنیم من میام نمبر رو اینجا در لایه اول انتخابش میکنم اینجا البته اجازه بدین من دو تا مورد رو اول ببندم چون هر تو در حالت هم. کلیکم هم کنم دوباره انتخاب میشن اینو کامل غیر فعال کنیم همه لایه‌ها رو دوباره نمبر 1 رو انتخابش کنیم من نمیخوام اینو درگ کنم که پوزیشنش جابجا بشه چون اگه پوزیشنش جابجا بشه فقط در فریم اول این اتفاق میفته من باید بیام و برم سراغ گزینه انکر پوینت مثلا با انکر پوینت جابجا کنم ببینید یه مقدار اینو ببریمش بالاتر بالاتر از کرکترمون قرار بدیم یه مقدارم بیاریم ورتر که بر حسب انکر پوینت جابجا جا بشه حالا اگر من کار رو پلی کنم میبینید نمبر وان با کرکترم جلو میره دیگه فاصله هم داره دقیقا نیاز نیست که حتما به این بچسمونیمش داریم دستور میدیم که بر حسب یک فاصله از این انکر پوینتی که اینجا داریم کار رو جلو ببر اون هر جا حرکت میکنه اون ترک پوینتمون هر جا حرکت میکنه بر حسب ترک پوینت داره اون نوشته ای ما هم جلو و عقب میشه این کاریه که میتونیم انجام بدیم این بیاریمش بذاریم اول و این رو هم ببندیم خب از ترکر خیلی استفاده میشه کرد یه مورد دیگه رو بزنیم من بهتون آموزش بدم یه این گذین هایی که اینجا هستش رو بذاریم من اصلا حذفشون کنم بریم سراغ ویدیو دیگه این ویدیو رو درگ کنم بیارم داخل تایملاین قرار بدم و بریم سراغ ترک موشنمون روی ترک موشن اگر کلیک کنم اولین ترک پوینت رو برای من به وجود میاره ولی یه گزینه اینجا داریم اگر من بیام سراغش به اسم پرسپکتیو کورنر پین اگر روش کلیک کنم چهار تا پوینت برای من به وجود میاره که من میتونم اینا رو درگ کنم حتما مراقب باشین و حواستون باشه که رنگ موس مشکیشه به این حالت یکی رو بیاریم بذاریم در این گوشه یه مقدار باید دقیق اجاستش کنیم رنگ مشکی رو من انتخاب کنم موس هم اینجا الان مشکی نمیشه به خاطر اینکه این, این محیط هم کوچیکه اینو بیارم بذارم این ورتر این قسمت داره سفید میشه اینجا قرارش میدم این رو هم ببریم بذاریم روی این نقطه اگر جلوتر نمیره به خاطر اینه که درست جابجا جا نشدن اجازه بدین اول اینو ببریم دارم دونه دونه آموزش میدم بهتون که درست کار رو انجام بدید شما هم بیاریم بذاریم روی نقطه ای که اینجا میدید سفیدیش تمام میشه این قسمت این یکی رو هم همینطور جا به جا کنیم به این سمت میارمش اینجا اینو قرار بدم این رو هم جابجا جا کنیم بیاریم بذاریم این پایین خخ چهار تا نقطه مشخص کردم برای اینکه این فیلمی که اینجا هستش ما یه فیلم دیگه جایگزینش کنیم یه زوم اوت کنیم بیایم عقب خب من اگه بیام قسمت لایه هام و ویدیو رو باز کنم میبینید که در بخش موشن ترکرز ترک یک رو اگر باز کنم چهار تا ترک پوینت برای من به وجود آورده چهار تا ترک پوینتی که اینجا میبینید حالا من اگر بیام در بخش سمت راست در قسمت ترکرم ادیت تارگت رو بزنم میتونم یک مورد دیگر رو جایگزینش کنم خب من ویدیو اینجا ندارم اجازه بدیم بریم یکی از این ویدیوها رو جایگزین کنیم مثلا همین ویدیویی که داشتیم رو درگ کنیم بریم در بالاترین قسمت در تایملاین قرار بدیم سایزش رو هم حتی میتونم کوچیک‌تر کنم حالا خیلی فرقی نمیکنه اجازه بدیم دوباره بریم به سمت لایر ویدیو که اون بالا سمت راست و بیایم اینجا ترکرمون رو انتخاب کنیم در قسمت ادیت تارگت ادیت تارگت رو من روش کلیک میکنم و ویدیو شماره 3 رو انتخاب میکنم ویدیو جدیدی که الان وارد کردیم دکمه اوکی رو میزنم بعدش باید حتما یه بار پلی کنیم کارمون رو ببینید که کی فریم ها رو برای ما به وجود بیاره الان داره بر ما کی فریم اینجا به وجود میاره باید زمان بدیم بهش هر کدوم از این ترک پوینت ها مگه جابجا شدن ایرادی وجود داشت دوباره سی تی رو برمیگردونیم کی فریم ها رو پاک میکنیم همون روشی که بهتون یاد دادم همه چی رو تصحیح میکنیم من تا اینجا بیشتر نمیخوام باشه استاپ رو میزنم و حالا اپلای رو میزنم که این تارگت جدید که من مشخص کردم ویدیو جدیدم رو جایگزینش کنه دکمه اپلای رو میزنم این رو هم بهتون بگم میتونستین اول پلی کنید بعد ویدیوتون تارگت توش رو مشخص کنید فرقی نمیکنه اپلای رو من میزنم و کار رو برای من درست میکنه حالا اگر سی تی رو بیارم ابتدای کار رو پلی رو بزنم ببینید ویدیوی جدید جایگزین ویدیوی قبلی شده به همین راحتی میتونیم از ترک پوینت هامون استفاده کنیم این حالت پرسپکتیوی بود که داشتیم البته دو تا حالت داریم در بخش پرسپکتیو اجازه بدیم من ویدیو رو انتخاب کنم دوباره بیایم سراغ ترکرش uh, اینجا ترکر یک که همه چی اینجا به ما نشون بده در لایه هامون من از گزینه پرسپکتیو کورنر پین استفاده کردم و که برای اینکه چهار uh, تا پرسپکتیو پوینت به من بده من بتونم ویدیوم رو جابجا جا کنم یعنی یه مقدار به همریختگی اینجا به وجود اومده من البته اینجا دیگه جزء کارم نیست این قسمت ها به همریختگی ندارم اگر به همریختگی پیش می اومد بهتون گفتم باید به همون روشی که ابتدای ویدیو بهتون گفتم این قسمت ها رو دوباره تصحیح کنید ولی کار به خوبی انجام شد پس شما میتونید به این روش کلی کار انجام بدید از, از طریق ترکر ها خیلی کاربرد داره روش های مختلف دیگر میتونم بعدها در پروژه ها بهتون یاد بدم در ارتباط با اون هم با هم صحبت خواهیم کرد ممنونم دوستان عزیزم از همراهیتون با کانال یوتیوب و پویت اکادمی لینک ویدیو ها رو هم میگم مثل همیشه در دسکریپشن همین ویدیو در کانال یوتیوب پویت اکادمی براتون میذارم میتونید وارد پیج اشخاصی بشین که فیلم ها از پیجشون برداشتم شما هم استفاده کنید و دانلود کنید و استفاده کنید به همین روش کار رو جلو ببرید همراهیتون واقعا لطف بزرگی من ازتون ممنونم ازتون درخواست میکنم ویدیو لایک کنید کانال اگه سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید و لطفا برام کامنت بذارید دوستان عزیز باز هم همراه شما خواهم بود متشکرم موفق باشید